مصاحبه کامل امیر تتلو درباره اتفاقات اخیر و علت لغو شدن کنسرتش و فشارها و تهدیدهایی که از سمت حکومت ایران انجام شده و اعمال نفوذی که کنسولگری ایران توی استانبول با دولت ترکیه برای لغو کردن کنسرت انجام داده. با ما توی این ویدیو همراه باشید، صحبت‌های تتلو رو میشنویم. شما هم برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید، همین الان کانال رو سابسکرایب کنید. سلام دوستان عزیز، به کانال حاشیه تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. خب امیر تتلو حدوداً یه دو ماهی هستش که تمرین میکنه که کنسرت مهر ماهش رو برگزار بکنه. این کنسرت قبلاً قرار بودش که به صورت 3 نفره توی شهریور ماه برگزار بشه و امیر تتلو در کنار رضا پیشرو و حسین تویی این کنسرت رو برگزار کنه. بعد از شلوغی‌ها و اتفاقاتی که افتاد، حسین تویی از کنسرت انصراف داد و قرار بودش که اواخر مهر ماه، یعنی 28 مهر ماه، امیر تتلو با رضا پیشرو این کنسرت رو برگزار کنه. با شدت گرفتن اعتراضات مردم، امیر تتلو اول کنسرتش رو لغو کرد، بعدش گفتش که قرار توی کنسرت فقط آهنگ‌های اعتراضی و غمگین و سیاسی رو بخونیم و قرار نیستش که خوش بگذرونیم و شادی بکنیم. پس باشید بیایید کنسرت و یه جماعت اعتراضی رو برگزار میکنیم. برای اون کسایی هم که میگن من دنبال سود بردن و پول در آوردن تو این موقعیت هستن، میگم که من این کنسرت رو با حداقل هزینه و بدون درآمد و دستمزد برگزار میکنم. بلیطای کنسرت هم روی رقمهای کمی مثل 5 دلار، 10 دلار و 30 دلار نهایتاً خواهد بود. که با این اوصاف مثل این که تتلو حدود 5000 تا بلیت فروخته بود و بعد از این اتفاق تتلو اعلام کرد که هر کسی میخواد بیاد کنسرت پاشه بیاد و کل بلیت ها رایگان از این به بعد. و پیشبینی خود تتلو این بودش که حدود 20000 نفر توی این کنسرت رایگان حضور پیدا خواهند کرد. ولی خب درست 24 ساعت مونده به اجرای کنسرت از سمت نیروهای امنیتی ترکیه کنسرت لغو شد و دلیل اون هم امنیت جانی نداشتن تماشاچی ها و اعضای گروه بودش. ولی خب اینطور که امیر تتلو دست به افشاگری انجام داده و مصاحبه‌ای که انجام داده گفته که سرکنسولگری ایران توی استانبول اعمال نفوذ کرده و سفارت ایران علت لغو و کنسل شدن کنسرت هستش، تتلو گفتش که سفارت ایران چند ماهی که من درخواست پاسپورت دادم ولی به درخواستم هیچ پاسخی نمیده. نمیگه میشه، نمیگه نمیشه و منو یه جورایی داره سر میدونه. الانم با اعمال نفوذش اینجوری منو توی دقیقه 90 سرگردون کردش. من تا الان خودم بیش از 200000 دلار هزینه کردم برای این کنسرت. برنامه گذارم هم سر اجاره سالن و خرید لوازم و ادوات حدود 200000 دلار خرج کرده. در مجموع بیش از 400000 دلار ما برای این کنسرت هزینه کردیم و هیچ برگشتی هم نداشته برام. من اگه بتونم از طریق وکیلهام اقدام میکنم و کنسرت رو نهایتا با 1-2 روز تاخیر برگزار میکنم، ولی اگه نشه مجبور هستم که این هزینه ها و این ضرر و زیان ها رو متقبل بشم. من برای این کنسرت ماشینم هم حتی فروختم، سودی که از اولم نمیخواستم بکنم، ولی خب ضرر زیادی هم متقبل شدم. بریم با هم این مصاحبه رو که کانال امین فردین با امیر تتلو انجام داده رو بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت دادا، خوب باشه. آقا خبرای عجیب و غریب شنیدیم مبنی بر اینکه آقا کنسرتت در عین ناباوری 2 روز قبل از اینکه اجرا بشه با این همه تمرین اینا کنسل شد. علتش چی بوده؟ بله عرضم به حضورت که این بار ما آماده بودیم، ولی خب امنیت ترکیه مجوز به ما نداد. گفتن که از طرف کنسولگری به ما گفتن که اینجا امنیت جانی نداره و متاسفانه مجوز کنسرت ما رو لغو کردن، که الان حالا وکیل ما داره اعتراض میزنه و میگه که آقا این گزارشات کذب بوده و معلوم هم باید چند پشت ما باشن و بفهمونیم به امنیت و دولت ترکیه که ما اونجا برای تهدید جانی یا برای اینکه چیزی رو خراب بکنیم داریم جمع نمیشیم. ما صرفا داریم برای اینکه حرف رو بزنیم و برای یک کنسرت جمع میشیم، این اعتراضات رو بزنیم و انشالله قانونی بتونیم یه تایم دیگه رو بگیریم که اون عزیزایی هم که بلیت خریدن بلیتشون بیان کنسرتشون رو ببینن. علت اصلیش چیه؟ اگرم پس فردا به ما خبر دادن که اجرا میشه دیگه، ولی فکر نمیکنم به این زودی بشه. علت اصلی کنسل شدنش چی اعلام کرده بوده دولت ترکیه؟ گفتن که ارزان امنیت جانی وجود نداره برای مردم و
کنسل بشه. خب قبل از اینکه مجوز بدن به این فکر نکرده بودن که امنیت جانی داره، اصلا چرا مجوز رو داده بودن؟ علتش چی بوده؟ خب مجوز نمیداد اصلا کنسل برگزار. در شرایط نرمال مجوز دادن دیگه. الان فکر میکنن که مثلا ما قراره توی این کنسرت اعتراضی بکنیم، چه میدونم، فکر میکنن قراره بزنیم بشونیم، چه میدونم کار بعدی بکنیم، قراره فوشی بدیم به کسی، در صورتی که ما اگر هم قرار باشه فوشی بدیم میخوایم به دولت خودمون به ایران بدیم. با ترکیه که مشکلی نداریم، صرفا ما اینجا مهمان هستیم و یه تشکر میکنیم ازشون فقط که این فضا رو در خدمت ما در اختیار ما قرار دادن. ما اگر هم حرفی بزنیم به دولت ایران داریم میزنیم، کاری نداریم و قرار نیست. و میدونی آخه میدونی چیه؟ چون مردم توی ایران میریزن تو خیابون مثلا میزنن همدیگر و فلان اینا، اینا فکر میکنن که مثلا کنسرت هم قرار همچین اتفاقی بیفته، در صورتی که همچین اتفاقی قرار نیست. همدیگر رو نمیزنن، سرکوبگرا رو میزنن. آره بالاخره میزنن گازش رو. و فکر میکنم ما دنبال تظاهراتیم، در صورتی که تظاهرات و اینجور جنگ ها و بزن ها باید در کشور ایران اتفاق بیفته دیگه، که میخوان نه اینکه در یک کشور دیگه. ما در یک کشور دیگه صرفا میخوایم کنسرت بذاریم، یک مود مردممون عوض شه. همش جنگ بوده، همش ارزم به حضورت ناراحتی بوده، همش خونریزی مرگ بوده بیدلیل. یک مودشون یکم عوض شه، دو اعتراضشون، شعارهایی که میخوان دارن مثلا تو خیابون تقسیم بدن، این جلوی سفارت ایران بدن و شهر رو به هم بریزن، شهر رو به هم نریزن، بیان و در کنسرت در لایف بار در یک فضا و بستر امن که خود پلیس هم حضور داره اعتراضشون رو بیان کنند. منتها از اونجایی که میدونیم هم من هم شما که خیلی از دولت، خیلی از مردم ایران 99.9% در سرشون دارن میان اصلا برای اینکه بخوان اعتراضشون رو بیان کنن و تنفرشون رو نسبت به دولت کنونی ایران بیان کنن، خب و این میشه یه مدرک که آقا مردم شما رو نمیخوان. به خاطر همین اومده به دولت ترکیه گفته آقا اینا میخوان اختشاش کنن، حواست باشه این کنسرت نذاره، چون من میدونن که اگر تو کنسرت 5000 نفر 10000 نفر 20000 نفر میان و میگن که ما دولت ایران رو نمیخوایم. درسته. فکر نمی‌کنی که مثلا دولت ایران این فشار رو آورده مثلا از طرف سر دولت ایران آورده؟ داداش میگم اصلا کنسولگری ایران اومده گفته به امنیت، امنیت گفته کنسل، امنیت جانی نداره. ای بابا چی مامان من گفته دولت داستانی شده تو رو نمیذارن تو ایران کنسرت بذاری، الانم که اومدی بیرون ایران بازم دارن برات داستان درست میکنن. سوالی که الان طرف کنسولگری شد، این وضعیت پاسپورتت هم که هنوز نباشه؟ پاسپورتم هم که ندادن هنوز، یعنی هیچی هم به جواب نمیدن آقا به پاسپورت میدین؟ جوابی هم ندادن. ای بابا چقدر هزینه کرده بودی تا الان برای کنسرت، برای برگزاری کنسرت؟ من با ببین من خودم به شخصه با ماشینم و بنزر و فروختم، خودم به شخصه بالای 250,000 دلار خودم به شخصه پول فقط مهمونام، سوپرمارکتم، ارزم به حضور غذا. یک ماه مهمون داشتی تقریبا دیگه؟ دو ماه پول دو ماه مهمونداری و حقوق اینا رو دادن و ارزم به حضور براشون ساز بخر، نمیدونم یهو باند خراب شد 4 تا باند بخر، نمیدونم یهو سیمش قطع شد سیم بگیر، خلاصه دو ماه مهمونداری آرتیست داری، فقط هزینش برای خود من بالاتر از 250,000 دلار هزینه شد. اینا حتما هم زدن، نمیدونم میدونی چی میگم. حالا بماند که سالون که خب پولو به ما پس نمیده، بماند که چقدر پول مثلا عوامل اجرایی و داداش 7,000 یورو فقط پول کفش دادم. الان من با آقای سلاپورم که صحبت میکنم که برنامه گذار کنسرت شما هست، خودش میگفت منم تقریبا نزدیک به 200,000 یورو من هزینه سالن و امکانات برگزاری و بلیت فروشی و سیستم های صوتی رو آماده میکنم. 200 هم علی ضرر کرده، یعنی جمعا با هم 400 تا ضرر، 450 تا لوش، 450 تا ضرر که به خاطر حالا ایشالات به زودی این کنسرت برگزار بشه یا مجوز رو بهتون بدن که حالا خیلی از هوادارانت هم بتونن بیان. خبر عجیبی بود دیگه، همه شد به امید طبیعت. ما که آماده ایم منتها اگر این اجازه رو بیشتر از دیرتر از 2 روز به ما بدن، ما اصلا امکان اینکه برداشته باشیم بندمون رو نداریم، چون ما بندمون 2 ماه آلدیدی اینجا موندن، زندگیشون رو زدن، از همه چیشون زدن 2 ماه و 2 روز بعد از کنسرت باید پرواز کنن به سمت شهرشون. یعنی اگر هم بخوام به ما این اجازه رو بدن باید 2 روز، فقط 1-2 روز وقت دارن، بعدش دیگه ما نمیتونیم، نیستن که بتونن دیگه. مثلا درامر هم باید در فرانسه همینجوری آلدی یه ما انداختیم عقب، یه ما باز دوباره همه چیش رو هواه، میدونی اجاره خونه فلان بسا، یعنی دیگه نمیتونم اینا رو نگردارم مگر اینکه همون یکی دو روز بندازن عقب. اگه بخوان دیگه خیلی بندازن عقب دیگه باید 3-4 ماه بندازن عقب که اینا برن به زندگی هاشون برسن، بعد 3-4 ماه مثلا دمه ایدی جایی بعد دارم. درست. امیدوارم شما موفق باشی. خبر عجیبی بود. صحبت و سخن پایانی اگر هست، حالا چون هوادارت هم قطعا میشنم از تو، صحبت و سخن پایانی که من میدونم که ما در حدی هستیم که گروهمون و عرضم به حضور تمرینمون، زحمتمون، هزینه، کارهایی که کردیم در حدی هست که
مردم جهان اولی جهان سومی نمیتونن به کنسرت ما برسن. تو اصلا قاطی ما نمیشی را تمیلی بدیم ما برپس. مردم باید رو خودشون کار کنن، مردم باید خودشون ایمانشون قلبشون افکارشون پاک کنن، فکر کنن، کار بکنن. مردم باید، من دختری رو پسری رو توی یک اتاق زندانی کردم، بازم رفتم دیدم حالش بنفش و تیره است، به خاطر اینکه تو افکارشون خرابه، تو افکارشون برای این اون بد میخوان. وقتی تو افکار خیلی از جوانای ایران هست که همین تفتن کسکش کنسرت تو دارم دخترا رو نقش بزنن که چی، خب همچین چیزی معلومه که اتفاق نمیفته. و یعنی ما آماده ایم امروز روز بالاخره هر جوری که بود از جیب خودمون هم پولا رو دادیم، درست بدهی داریم، ارزان بود بدهی اونجوری، ولی بهشی نداریم، پولامون رو دادیم، ماشینمون رو فروختیم، درسته، ولی پولا رو دادیم، نه مشکل مالی داشتیم، همه رو تازه انعامشون هم دادیم، دو ماه تمرین کردیم، همه چفته چفتیم. پس اینجا مشکل دیگه از ما نیست، مشکل از بقیه است دیگه. میدونیم این بازی دو سر داره، یه سرش کنسرت رو دارم میگم یا هر عامل دیگه، دو سر داره، یه سرش خود آرتیست یا خود تیم یا خود بازی کننده هستن و یه سرش مردم هستن. یه موقع میبینیم آرتیست رسیده، مردم هم که باید برسند این کنسرت، و شاید لیاقت اون مردم همین کنسرت های داخل ایرانه، شاید اینا تو کنسرت، چون من دیدم داداش یارو میاد سیگار رو خاموش میکنه روی عرضم به حضور صندلی کنسرت، برای چی؟ خب ببین کسی که سیگار رو خاموش میکنه روی صندلی کنسرت، لیاقت این که بیاد کنسرت امیر تسلیم یا هر کنسرت با کلاس دیگه ای رو نداره. میدونی چی میگم؟ پس به نظر من میدونستم، چون آدمای دورم رو دیدم، همین دخترای دورم، پسرای دورم رو دیدم. یارو 10 بار گفتم آقا موی خودت میری به کف خونه نگاه بکن، موی خودت رو جمع بکن، بقیه نباید. از 10 بار 1000 بار گفتم، آخر یارو نفهمید، خونه انداختمش بیرون سر اینکه موی خودش رو 10 بار هم بهش گفتم نفهمید چه وقتش نمی کنه، باید از زیر پاش جمع کنه. ببین ما درگیر مسئله ریزی این چنینی هستیم و مشکل از مردمه. تا صبح هم اینجا ما دم خط پایان وایسیم، تا صبح هم اینجا رو قله وایسیم، تا اونا نیان نرسن به قله که نمیتونیم اجرا کنیم که. میدونی؟ درست. کنسرت هم رایگان اعلام کرده بودی دیگه توی تقریبا یه جایش رایگان بود، یه جایش برای بخش های حمایت، یعنی همینجوری ما راه اومده بودیم، یه جایش $10 بود، یه جایش $30 بود، یه جایش کلا رایگان بود. عرضم به حضورت همه چی اینجا دیگه، همه چی صفر تا صد شما چوبی چیده بودم که شما ذره ایراد نمیتونی بگیری. تنها نرسیدن هوادارا باعث شد که هوادارا نتونن برسن، بخاطر اینکه لولشون نیست و شاید هنوز باید زیر فشار باشن، هنوز باید زیر این جنگ ها و اینا باشن تا بتونن به ارزان به حضور، تا بتونن به این چیز برسن، به این شعور برسن که بتونن یه جمعی رو داشته باشن، بتونن تو این جمع ارزان به حضور مزاحم ناموس هم نشن. این جمعی که توش امنیت نیست، من خودم مادرمو میگم نیاد که یو انگوش ببخشید نکننش. خب مطمئن باشی که جواب امنیت هم همین بود به من دیگه. اونا ممکنه اصلا منظورشون این نباشه، چون هر هم هزاران پهلوی داره، زمین که دهن نداره، از دهن جای مختلف به تو پیام رو میرسونه. وقتی میگه امنیت جانی نیست، واقعا هم فکر میکنی میبینی امنیت جانی نیست، واسه من امیر تسلو هم امنیت جانی نیست. من خودم فکر میکردم هر لحظه یک نفر ممکنه رو استیج به من شلیک کنه، بسیجی سپاهی. درست. و این امنیت چرا نیست؟ چون هنوز داداش ما وحشی هست، هنوز باید از خودمون شروع کنیم، هنوز یاد نگرفتیم که به همدیگه تجاوز نکنیم، هنوز یاد نگرفتیم که یهو نپریم بغل یکی رو انگوش نکنیم تو جمع. و طبیعتا چه جمهوری اسلامی، صد جای دیگه، ترکیه که دیگه کنسرت آزاد، صد جای دیگه هم به ما جماعتی که یک بلیت خریدن ساده رو تو صف وایستادن و احترام گذاشتن و لبخند گذاشتن ساده رو بلد نیستیم مست میکنیم، میخوایم از دم کنسرت بیاریم تو، به همه بیادبی میکنیم، هیچ جا به ما این اجازه رو نمیدن. فقط جمهوری اسلامی و ترکیه نیست، پس فردا تو آمریکا هم به ما این اجازه رو نمیدن. دقیقاً درست. و بقیه هم اگر این اجازه رو گرفتن، زودگذرا بوده و حق نبوده و گذشته رفته، ماندگار نشده. کو الان کجا داریم جمعیت ایرانی؟ درست. پیش بینی خودت چقدر بود که جمعیت بیاد برای کنسرت؟ من با این وضعیتی که افتاد اصلا گفتم آقا کنسل کنیم. پیش بینی این بود که اصلا نمیاد کسی. ولی خب 2000 نفر 4000 نفر بلیت خریده بودن و خیلی از پیش بینی ها این بود که حتی تا 20000 نفر میاد. احتمالش بود با توجه به اینکه رایگان هم اعلام کرده بودی توی چند روز آخرش رو. باید الان من بگم هم پایین بگم میشه کمبود اعتماد به نفس، بالا بگم میشه گول خوردن. اینه که هم هیچ، باید بودیم و میدیدیم که نشد دیگه. حالا باز همه منتظر دست در نکنم اینجا بودم. خب رفقا، این بودش صحبت‌های امیر تتلو با
امین فردین، حتما نظرتون راجع به این صحبت‌ها برامون بنویسید و بهمون بگید به نظرتون واقعا سرکنسولگری ایران توی استانبول اهمال نفوذ کرده یا خود دولت ترکیه از ترس خشونت و اعتراض‌آمیز بودن این کنسرت اون رو لغو کرده. حتما نظرتون رو برام کامنت بکنید، یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.